سلام به برنامه آماج امشب خوش آمدید. باز هم مثل همیشه نهادهای امنیتی افغانستان پاکستان را مقصر اصلی نامنی ها در افغانستان دانستند و از آن کردند که بالاخره امروز حتی اعضای سرویس اطلاعاتی پاکستان در جامعه طالبان در میدانهای افغانستان علیه نهادهای امنیتی افغانستان میرزمند. ما پس امشب آماج بیشتر متمرکز هست به افزایش حملات در افغانستان در فرارسیدن فصل تابستان سال 1392. در آغاز توجه کنید به گزارش از همکارم. ظاهرا دلیل اصلی نامنی ها در افغانستان پاکستان دانسته می شود. وزارت های دفاع و داخله می گویند روابط افغانستان و هند برای پاکستان قابل قبول نیست و این کشور نمی خواهد در شرق افغانستان بندهای آبگردان ساخته شود. وزارت داخله می گوید گروهی از جنگجویان به نام فدایان اسلام زیر نام عملیات خالد بن ولید وظیفه دارند در ولایت های کابل، ننگرهار، کنر، لغمان، خوست، پکتیا، کاپیسا، مزار شریف، قندهار، هرات و کندوز حمله های گروهی و انتحاری را اندازی کنند. وزارت داخله میگوید گروه های حراس افکن با حمایت ISI نیروهای زیادی را برای نامسازی ولایت های مختلف افغانستان وظیفه دادند. واقعیت است که طالبان توسط پاکستان به وجود آورده شده و در پهلوی القاعده پرورش یافت و من حیث پالیسی پاکستان عملا تشویق و ترغیب می شود و با فرستادن آنها به خاک افغانستان با تجویز سطح بالا استخبارات پاکستان صورت می گیرد. معین امنیتی همچنان می‌افزاید القاعده و برخی گروه‌های دیگر با عملیات بدر سرحدات افغانستان را هدف قرار می‌دهند و اکنون شیوه جنگی آنها تغییر کرده است. در ماه‌های گذشته گروه‌های حراس افکن با راه اندازی حملات پیهم انتحاری، گروهی و ماین‌گذاری در کنار جاده‌ها نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل را چندین بار هدف قرار دادند. وزارت دفاع مشخصا سازمان استخبارات پاکستان را مسئول نامنی‌های افغانستان می‌داند. یکی زین مسائل شتا جگه ده پاکستان ده سارا خوشایل نبی. ده پاکستان استراتژی سرگم داده اگه نواری چه مونگره هندوستان سر دوستی ولرو اگه نواری چه خطی دیوران پتی حالت پات شی اگه باید فرسمیت پیجندن شی اگه نواری چه ده کنار پوسین که بند جور شی یا به اصطلاح اوباما هاری شی او پاین زمان که ده هند سر موازی دوی پمون فشار آچوی چه باید ملی اردو افسر و سرباز و بریدمل با پاکستان که هم به مواسط و بتاشی تربیت. پیش از این نیز گزارش های وجود داشت که جنگجویان خارجی در دسته های مختلف در ولایت های گوناگون کشور از جمله در ولایت های لوگر و میدان وردک جابجا شده و فعالیت می کنند. چیزی که وزارت داخله شمار آن را هزاران نفر می داند و هدف آن را ناکام کردن روند انتقال مسئولیت های امنیتی و انتخابات عنوان می کند. حمله های گوناگون گروهی در ولایت های مختلف از جمله در کابل، ننگرهار، پنشیر، اروزگان و چندین ولایت شرقی دیگر از مهمترین حمله های بود که در یک ماه گذشته رخ داد و در دو مورد سازمان های خیریه نیز هدف قرار گرفتند. مهمانان امشب آماج صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، داود حساس عضو مجلس سنا و بانو شاگل رضایی عضو مجلس نمایندگان هستند. با آماج خوش آمدید. آقای صدیقی با شما آغاز میکنیم. باز هم با نزدیک شدن به فصل تابستان شاهد افزایش میزان حملات شورشیان در افغانستان هستیم. حالا اگر یک محاسبه صورت بگیره در سال 1392 و مقایسه شود با سال 1391 چه تفاوت را میتونیم در میزان حملات نسبت به فرارسیدن این فصل شاهد باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، خدمت میمانای گرامی و بینندگان تلویزیون شما. تفاوت زیاد دیده نمیشه. خب در هر زمستان شورشیا طالبا برمیگردن به مراکز اصلی خود برای اینکه روی برنامه های متعدد کار کنن. هزینه برای عملیات هایشان جستجو کنن و دستور بگیرن که چگونه باید برای تابستان وقتی که هوا سرد میشه دوباره بر بگردن به افغانستان و دست به حملات بزنن. تا به حال افزایش چشمگیر دیده نمیشه، منتها قسم نرمال همیشه هر سال میگونه بوده که اینا دست به حمله ها میزنن، اما زیاد هم باید مثلا نخواهیم مورد نگرانی مردم نباشه، به خاطر که ما با گذشت هر سال ما هم از قابلیت ها و توانایی برخوردار میشیم که بتونیم که مغلق ترین حمله های تروریستی را مهار بکنیم و نمونه های خوبش هم مردم افغانستان شاهد است. در مجموع آنچه که بر ما نگران کننده است یه است که ما باید
بیشتر توجه جامعه جهانی را بر نابودی و محو کامل تروریسم در منطقه روزی باید تلاش بکنیم که نه تنها میتونه که یک تهدید در آینده برای هم افغانستان هم بر منطقه و هم بر جهان محسوب شود. به او برداشت که 11 سال پیش همگی دست به کار شدن، باید روی همو برداشت ها و همو سنجش ها و محاسبه ها یک بحث جدی دیگه آغاز شود و این باید تلقی نشه که تروریسم در منطقه از بین رفته. روزی باید بیشتر تاکید شود ما هم باعث افغان ها و باعث یک ملت که در خط اول جنگ قرار داریم با تروریسم و بیشترین قربانی را متقبل میشیم، باید تلاش های زیاد را به خرج بدیم که جهانیان را بیشتر متوجه زی بسازیم که هنوز باید پیکار ما، جد و جهد ما در برابر محو کامل تروریسم و یا ائتلافی که ما ساختیم برای نابودی تروریسم و باید ادامه پیدا بکنن. آقای صدیقی، شما از قابلیت های نیروهای امنیتی افغانستان صحبت کردین. مردم افغانستان بخواهن قابلیت های نیروهای امنیتی افغانستان را محاسبه کنن، میخواهن ببینن که در 11 سال گذشته هم سالا چه تفاوت در وضعیت امنیتی در شهرها و در دهات افغانستان رونما میشه. خب تفاوت بسیار زیاد است. از دید شما قابل حس بوده برای مردم افغانستان که شما بخواهین بگین که واقعا قابلیت ها بلند رفته؟ مثلا تفاوت بسیار زیاد است. اول ما از تقریبا از 6 سال به این طرف جا تلاش کردیم که به کمیت قابل ملاحظه برسیم و او نیروی یا داشتن نیروی 352,000 نیروی افغانی است، نیرویی که از تجهیزات خوب برخوردار باشه، از آموزش های بسیار خوب برخوردار باشه و بتونه که بر اساس تفاهمی که ما با جامعه جهانی داشتیم در 2010 تمام مسئولیت ها را به دوش خود بگیره، که امروز ما در مرحله نهایی انتقال مسئولیت ها قرار داریم و دشمن هم خب حال بسیار واضح است که از کجا دستور میگیرن و استراتژی دشمن چی است در برابر افغانستان و موانعی که دشمن ایجاد میکنه کاملا واضح است. بر ما لازم است که ما به این پلان و استراتژی خود که بیشتر روی تقویت نیروهای امنیتی و انکشاف نیروهای امنیتی افغانستان کار میکنیم باید ادامه پیدا بکنه. سرنگونی یا سرکوبی گروپ ها مثل گروپ طالبان، مثل گروپ های حقانی تروریستی، این توانایی را ما داریم. یعنی مثلا مثال اگر اونا به حمله ها افزایش بدن یا مثلا مثلا مثال کوشش کنند که ما را از مسیر اصلی ما منحرف بکنه، ما از اون گذشتیم. یعنی یک حکومت نیستیم، نظام نیستیم که مثل 1994 یک گروپ از افراد وارد افغانستان شوه و باز حمایت های وسیع برخوردار باشه و بالاخره حکومت بکنه. او مرحله دیگه گذشته و به تاریخ رفته. خود طالبان هم باعث یک رژیم یا باعث یک امارت به بکس های تاریخی انتقال داده شده، یعنی به گذشته ها است. او فقط باعث یک گروپ هست، در گروپی است که هنوز هم ارتباطات مستقیم با حقانی داره، ارتباطات مستقیم با شبکه القاعده داره و در بیرون از افغانستان متاسفانه تغذیه میشه. حال ما از یک نگاه مطمئن هستیم که خب نیرو داریم، توانایی داریم و انگیزه و مخواست که مردم افغانستان داره که دیگه هیچ وقت حکومت طالبان اجازه نخواهد داد که سر قدرت بیایه. از این نگاه ما مطمئن هستیم. فقط باید تلاش بکنیم روی از اینکه چگونه توجه جهانیان معطوف بکنیم به اینکه باید در این قالب، در این چارچوب اجتماع یا اجماع بین المللی بتونیم که در منطقه که هدف ما بیشتر آن سوی خط دیورند است ما دشمن از بین ببریم. خب آقای صدیقی، وقتی شما میخواین از توانی های نیروهای امنیتی در افغانستان صحبت کنیم، باز هم باید بیایم به دید مردم افغانستان نسبت به آیندهشان نگاه کنیم. حالا به گونه قابل ملاحظه میتونیم در جامعه تجربه کنیم که امید به زندگی کاهش را تجربه میکنن. مردم افغانستان وقتی با امید کامل نمیتونن وارد بازار شون و کارشان ادامه بتن و خیلی هم به مهاجرت علاقمند میشن و درخواست های مهاجرت افغان ها در همه کشورها در رده اول قرار میگیره، به گونه واضح نشان میدن که اونا امید نسبت به اینکه نیروهای امنیتی افغانستان میتونن امنیت افغانستان را پس از سال 2014 تامین کنن ندارن. خب یکی از اهداف دشمن هم با کمکی که از بیرون داره همین است که مردم نگران بسازه و ماموریت شما همین است که باید این نگرانی ها بله رفت. ما برشان اطمینان میتیم. این حاله اگر قرار باشه که نگرانی به حد برسه که خود ای موجودیت نگرانی و تردید در افکار مردم به گونه باشه که خدا نخواسته یک تهدید بر افغانستان باشه، فکر میکنیم ما باز مبالغه کردیم در درک تهدیدات و نوع برخورد نیروهای امنیتی افغانستان و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان. مسئله مهاجرت ها و فرار سرمایه و فرار مغز اینا جز از برنامه های بسیار قوی
کشورهای منطقه بر افغانستان است. نه تنها امروز، یه سال نیست، از سالهای شما 1970 ببینید تا امروز خود مهاجرت یک روند عادی را در افغانستان گرفته و افغانای زیادی هستند که من نمیخوام اونا را به گونه ملامت بکنم، اما کوچکترین حس یا فشار احتمالی را که اینا احساس کردن اولین کار کردن باید کشور خود ترک کنن. این متاسفانه از گذشته ها باقی مانده. جانبی خواهدن هم فرض هست. نه آلبرتون میگم. اما وقتی که شما به انکشاف وسیع و گسترده که از 11 سال به این طرف که هیچ نظام ما در گذشته گونه نبوده، وقتی شما یک ملاحظه بکنین از یک طرف، از طرف دوم افغانستان به حیث یک کشوری که امروز با مهمترین کشورهای دنیا پیمانهای استراتژیک داره، یعنی به حیث یک پارتنر یا یک شریک تانسته که ارز اندام بکنه، به حیث یک کشور بسیار مطرح دموکرات آزاد و کشوری که بر اساس قوانین و به قوانین ارزش میده، به خصوص قوانین انسانی و حقوق بشری. دوم خود داشتن یک نیروی امنیتی، اقتصاد که ما هر سال رشد 13% اقتصاد داریم در افغانستان که در منطقه خود راپورهای بانک جهانی نشان میده که رشد کس نداره. یک مسئله دیگه هست، یعنی اینا خودش باید نمونه های بارز از این باشه که مردم زیر تاثیر او تبلیغاتی که همیشه میگن که شما خوب نگران باشین برای آینده نروند و باشند در کشور خود باشد و هر مشکلی که هست تمام کشورهای دنیا وقتی که به این حد به این حد رشد میرسه مشکلات متقابل میشه، ما هم باید این مشکلات ببینیم، اون زحمات رو باید ببینیم. خب آقای حساس، حالا شما وضعیت را چگونه پیش بینی میکنین؟ سال پیش رو چگونه سال هست از لحاظ امنیتی بر مردم افغانستان؟ سطح تهدیدات میتونه چه تفاوتی را نسبت به بقیه سالها تجربه کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در یک تلویزیون طول کارکنک اولیدونک صدیقی صاحب محترم وکیل صاحبه به اجازه، 6 کال چه اول کال پا اول که طالبان د خالد بن ولید په نامه باندې کوم عملیات پر پایل کول، باغو که دی وازی ول چې د افغان د جهاد اخرنه کال دا کال او د نور کال ډیر تفاوت سره طالبان د پاره یا خصوصا د پاکستان د پاره، هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان حکومت کوم استراتیجی چې وسته لته کار لاندې نیولې ده، هغه واکم د افغانستان د جوړېدو لپاره ده. څو کاله مخکې چې افغانستان کومه حکومت کومه تګلاره درلوده، هغه د جوړېدو لپاره نه وه. د افغانستان حکومت نه وی د ورېښمو د لارې دا یو د پاکستان لپاره ډېر تاوان، د افغانستان لپاره ډېر غټه لاسته راوړنه ده. که پر دا عملي سي د هندوستان سره روابط نږدې کول، د سولې پروسه، د انتخاباتو پروسه، نو که دوی په دې کال کې خپل زور پاکستانیان او یا د هغو متحدین ونوي، نو په افغانستان کې به د شفاف انتخابات ته زمینه مساعده سي، په افغانستان کې به اقتصادي د اقتصاد دپاره د ورېښمو لار جوړه سي. نو په دلته دوی مجبور دي چې دا د دوی اخرنی کال دی، چې لکه څنګه چې وایي چې اخرنی کال دلته د امریکا سره د امنیتي تړون مسله ده، چې دا ټول په 2014 کال کې دي. افغانستان په 2014 کال کې به یا به واقعیت د بوران خواته ځي، واقعیت یا به د جوړېدو خواته ځي. که افغانستان که مداخله ګاونډیان پرېږدي، واقعیت موږ به د باثبات افغانستان په نامه وګرځو، چې موږ شفاف انتخابات ولرو، یو رئیس جمهور ولرو، ولایتي شوراګانې ولرو، او د چین سره موږ یو اقتصادي لاره ولرو، ترانزیتي لاره ولرو، دا به د افغانستان په پایده باندې څه ګوره. د همدې که راواخو په شش کال کې چې طالبانو کړي دي، تاسو وګورئ و د پنجشیر حمله چې دی په د پنجشیر په ولایت وکړل، د طالبان لپاره ډېر بامیت حمله وله، چې د پنجشیر ته اورتاګ او د پنجشیر په ولایت کې جنګ کول، او دا هم ورته وښودله چې دی وژ په جنګ د شپې پر 4 بجې پیل کوي، د شپې پر 4 بجې چې دی یوازې دولتي مسؤلینو سره کار لري، او د سره سلی پر دفتر باندې په جلال آباد کې، په کابل کې، په نورستان کې. د نورستان خپل والی وایي چې زما څو ولسوالۍ سکوت کوي، شاید ولایت مې سکوت وکړي. د میدان وردګو د والی وایي نه، چې هغه وایي په زرګونو کسه پاکستاني دلته راغلي دي، هغه هم له دې تشویش ته بیریږي چې میدان وردګ سکوت کوي. د فراه پېښه کړه واخو چې په سلګونو خلک په شهادت او زخمیان سلو پکښې کې، دا پېښې دي چې د افغانستان ډېرې غټې پېښې ولې چې وسولې په افغانستان کې په 6 کال کې. د او دا حکومت باید دلته زه د حکومت په دې پیښو کې لاسته راوړنې درلودې، واقعا نه دا درلودې چې زموږ 300 قوې پولیس، امنیت، ملي اردو وتوانېدلې چې دا حملې ډېرې زر مار کړي. د پخوا پره کم نه ولې، تېر کال چې موږ په شیرپور کې حمله ول، د وزیر صاحب داخلي کور څنګ ته 11 ساعته یا 6 ساعته دوام وکوي،
ډیر تلفات هم ډیر ورو خدا پله تلفات هم کم وسیږي او زر محرم سره په پنشیر کې مداسې په جلال آباد کې مداسې خدا ته چې د افغانستان حکومت باید پر دې لار باندې ولاړ شي ډیر ته راو نه ګرځي تاسو وینئ کوم په تیر کلو کې وګورو خپل رئیس جمهور دنیا ته اختر ورکړي که په ایران په پاکستان باندې څوک حمله وکړي زه به د پاکستان ملګری وکړم دا خبره که دا نن وینا کړه جمهور کوله یا مين صاحب امنیتی نن وکړي وزیر صاحب داخله کی دا کې 15 کاله مخکې کړی وای نن به موږ د باثبات افغانستان خوندان وای تاسو وګورئ د پولیس واکان خپل کارمانان دي خدا پولیس دا څه ویل بیا به شي نه لري تاسو موږ پولیس ته راوسه ملي پولیس نه دي دا که هر څوک وای وزیر صاحب داخله په بل په خپل په متفادی کړه پلاس کې وای چې زما پولیس یو پولیس می پنځه وار د تحصیل د پاره کړل دا زما د پولیس ته تداوزه پولیس دا سیل نه نکړي دا خو د فساد لامل ده تاسو د کومندان صاحب امنیه د کابل خبرې وای دي چې که په ما باندې څارنوال او قاضي او وزیر یو څوک په پولیس کې مقرری کې زما مقرر نه کبه ما څارنوالي او محکمه ته ما دی پکې آیا په دې وخت کې زما پولیس جوړیدل نه زما په دې شان باید کار وسی چې لاسوهنه په پولیس کې باید باندې سي کاغه هر څوک کوي خپل باید رئیس صاحب جمهور هم نور په پولیس کې لاسونه ونه کوي ځکه چې پولیس باید مسلکی ته وسپارل شي داسې نه لکه تداوې سپتي زه وایم باید دولت پر دې لار باندې روان شي که نور داسې وپېچل شي هم به 2014 کال خطرناک وي هم به 2015 کال خطرناک وي هم به 2014 خطرناک وي که چیرې حکومت پر دې دریځ ولاړی دا زموږ ټولې لارې به سیرای خوب که تاسو شما مشای مقای صدیقی واقعا تشکیل پولیس یک تشکیل سیاسی است یا تشکیل مسلکی برای پلیس ملی افغانستان و برای ملی شدن پلیس ملی افغانستان بسیار کار صورت گرفته و اما هنوز هم خود وزیر داخلی افغانستان را اذعان میکنه که خب یک نهاد است که در یک نهاد است که در حال نه نهاد سیاسی خود نیست یک نهاد ملی است که در خدمت مردم افغانستان است اما برای انکشاف پلیس ملی افغانستان یک برنامه 10 ساله ساختن وزیر صاحب داخله که این برنامه 10 ساله انکشاف متداوم و ملی شدن پلیس ملی افغانستان تضمین میکنم یعنی ما امروز صاحب یک برنامه هستیم و برای تطبیق و عملی شدن این برنامه ما کار خود آغاز کردیم مشکلاتی که در نهاد پلیس موجود است مشکلات است که میتونه حل شود یعنی مشکلات نیست که خدا نخواسته این نهاد از هم بپاشه اما بازم برتون میگم که وظایف پلیس ملی افغانستان امروز بسیار دشوار و سنگین است و وقتی که ما چند وقت پیش اعلان کردیم که ما برای پلیس خود دیدگاه داریم و دیدگاه ساختیم که چگونه مردم افغانستان پلیس داشته باشه که راضی باشن و در تامین امنیت نقش خود ایفا کرده بتونه این پلان ساخته شده و این باید یک اقدام بسیار قوی باشه که باعث ایجاد خوشبینی در بین مردم افغانستان باشه خب بانوزایی حالا عزیز شما دلیل اصلی افزایش نامنی ها باز هم در آستانه فرارستن تابستان چه هست؟ من به یک باور هستم دلایل مختلف در افزایش حملات شاید وجود داشته یا حداقل در افزایش موقتی حملات وجود داره یک بخشی هوا گرم شدن هوا معلوم دار در فصل زمستان زمینه و امکانات برای تروریست ها و القاعده فراهم نیه در نقاط مختلف افغانستان تا دست به حملات انتحاری بزنه بحث دوم و مهم اینه که در سال پیشرو بحث انتخابات افغانستان جدی تر شده میره چون در سال جدید قرار انتخابات برگزار شوه و از ماه سنبله طرف زمستان شده حداقل برنامه های مربوط به انتخابات آغاز میشه من فکر نگرانی اصلی که باعث از این میشه که حملات را به یک شکل افغانستان را ناامن جلوه بده اینه که نشان بده که پروسه دموکراسی در افغانستان به ناکامی پیش میره من فکر نم انگیزه اصلی افزایش حملات حداقل هدف قرار میده انتخابات و فعالیت های انتخاباتی را که از ماه سنبله شاید فعالیت های انتخاباتی ثبت نام کاندیدان یا مثلا از 5 جوزا پروسه ثبت نام رای دهندگان شروع شده همگی میخواد این مسائل تحت شعاع فعالیت های تروریستی قرار بده و به یک شکل مردم افغانستان را بترسانه از اشتراک در انتخابات و باورمندی نسبت به پروسه انتخابات این یک موضوع دوم به تأثیر نیه چگونگی تغییراتی که در انتخابات پاکستان به وجود آمد شما دیدین که در انتخابات پاکستان رأی مردم پاکستان طور رقم خورد که احزاب و گروه هایی که بیشتر با القاعده با تروریست ارتباط داره اینا تونستن رأی بالاتر را بگیره این بیانگر یک ذهنیت عمومی در فضای پاکستانه و این معلوم دار تأثیرات خود سر تشویق گروه های طالبان جدا تأثیر گذاشته و
یک موضوعی که قابل مکسه. من فکرم در کنار از این ممکنه دلایل گروهی دیگه موجود باشه یا، اما چیزی که مهم اینه که امروز باوری را که میخوان از مردم افغانستان بگیره با افزایش حملات تروریستی از آدرس حکومت افغانستان در مجموع دولت افغانستان هر سه نهاد تلاش همه جانبه صورت بگیره و مردم افغانستان فهمانده شود چند موضوع مهم. پاکستان هیچگاه دولت مقتدر را در افغانستان نخواسته و نخواهند خواست. یک موضوعی که باید مردم افغانستان به وضاحت بفهمند با در نظر داشتی قضیه عکس العمل داشته باشند در قبال قضایای واقع شده در افغانستان. بحث دوم، شما دیدین قضایایی که در افغانستان جرم قلمداد میشه و خلاف اسلام و شریعت قلمداد میشه در پاکستان عملاً از او حمایت صورت میگیره. ملاهای پاکستانی میخیزن رفتن دخترها را در افغانستان خلاف شریعت اعلان میکنه ولی دخترای پاکستان تشویق میشه که به مکتب بره. انتخابات در افغانستان به چالش کشانده میشه با حملات تروریستی، با حملات انتحاری. میخوایم مردم افغانستان را در ترس و استراب به سر ببره و به یک شکل انتخابات را به چالش بکشن، اما پاکستان، مردم پاکستان با یک فیصدی بسیار بالا تشویق میشه به طرف انتخابات. معنای زیگاب، مفهوم زیگاب برای افغانستان، پیام زیگاب بسیار واضحه. پاکستان چیزی را که برای خود خواسته، هماره خواسته یک چیز را افغانستان نداشته باشه. دولت مبتنی بر انتخابات، مشروعیت نظام مبتنی بر انتخابات را همیشه کوشش کرده در پاکستان تقویت کنه. این موضوع از دیدگاه ملاهای پاکستانی در افغانستان غیر مشروعه. اینا بیانگر یک دیدگاه بسیار واضح و استراتژی بسیار تعریف شده پاکستان در قبال افغانستان. ما فکرنم در افزایش حملات انتحاری و تروریستی رفتن به طرف انتخابات و اینکه فعالیت‌های مربوط به انتخابات سال 2014 افغانستان شروع میشه یا یک بحث مهمه. نکته دیگه که من می‌خوام اشاره کنم اینه که تلقیناتی که امروز صورت می‌گیره، من باورم اینه که 2014 پایان همه چیز در افغانستان نمیتونه قلمداد شود. امروز دولت افغانستان با پیمان‌های استراتژیک که با کشورهای جهان بسته است، کنفرانس بن دو شروع تا کنفرانس شیکاگو و توکیو، هر کدام ضمانت‌های لازم را برای بعد سال 2014 بر مردم افغانستان فراهم ساخته و این تا یک برنامه بسیار منظم و سنجیده شده میشه به مردم افغانستان ارائه شود که 2014 پایان همه چیز نیست. افغانستان امروز با افغانستان 10 سال قبل 100% تفاوت داره. امروز افغانستان شاهد حضور حداقل 350 هزار نیروی امنیتیه. امروز افغانستان پیمانهای استراتژیک حداقل، شما ببینید در پیمان‌های استراتژیک که با آمریکا، با فرانسه، با آلمان، با کشورهای مختلف به امضا، با هندوستان به امضا رسیده، میعاد هر کدام از این پیمان‌ها حداقل 10 سال پیش بینی شده. اینا بیانگر اینه که حداقل 10 سال پیش روی مردم افغانستان باید مطمئن باشه، هم از لحاظ نیروهای امنیتی افغانستان و هم از لحاظ پیمان‌های استراتژیک با جهان داشته. اما میمونه مشکل اساسی چیه؟ ما یک چیز را میشه یادآوری کردیم که افغانستان در شرایط بسیار حساس قرار داره. ضرورت تدوین یک سیاست خارجی مدون بر مبنای واقعیت‌های موجود افغانستان یک ضرورت بسیار جدیه، چیزی که در 10 سال گذشته در افغانستان متاسفانه کم اهمیت به نظر گرفته شده. شما به یک نکته اشاره کردین و باور هم دارین که بالاخره حملات افزایش یافته در سال 1392 در وی، هم همه کارهایی هست که انتخابات در افغانستان سبوتاژ شود. حالا ببین یک مقایسه‌ای داشته باشیم نسبت رشد کیفی حملات شورشیان مسلح در افغانستان و نسبت رشد کیفی عمل کرده نهادهای امنیتی افغانستان. در یک مقایسه کلی کدام یک بهتر عمل کرده؟ من نمیخوایم بگویم که حملات انتحاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته، چون آمار و ارقام مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان میشن، مربوط به نهادهای امنیتی افغانستان میشن. من آمار را ندارم که گویا سال گذشته در فصل بهار حملات انتحاری در هیچ سرحد بوده، سال فعلی در هیچ سرحد. ولی در همین روزها وقتی شاهد بعضی حملات در گوشه و کنار افغانستان هستیم، این بیانگر پیام های بسیار واضح از آدرس پاکستانه. چیزی را که من فکرم در افغانستان سوی تفاهم به وجود آورده، یکی طرف افغانستان، طرف حضور نیروهای امنیتی جامعه جهانی در افغانستان نمیتونه 28 هزار طالب باشه که طبق یک آمار 28 هزار طالب در افغانستان وجود داره. طرف نیروهای امنیتی افغانستان اردوی پاکستانه، طرف نیروهای امنیتی افغانستان استخبارات پاکستانه و این استخبارات پاکستانه که مرا آل شما در اواخر دیدین گزارش که اخیراً به نشر رسید که استخبارات پاکستان عملاً نیروهای دهشت افغان و وحشت آفرین را به افغانستان وارد ساخته. این بیانگر چیه؟ بیانگر اینه که ما دست کم نگیریم مشکلی که فعلا در افغانستانه. این مشکل ما میخوایم. تشکر. آماج را پس از میان برنامه کوتاه همچنان ادامه خواهیم داد.
به ادامه بحث خوش آمدید. خب آقای صدیقی، بحثی را که بالاخره همه مطرح کردن، حالا یک چیز واضح هست، همه بالاخره دوست و دشمن افغانستان میدونن، مردم افغانستان هم یک درک سیاسی بالای پیدا کردن در جریان 11 سال گذشته. پس حالا دیگه وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان نیست که هر روزه از پس تریبیون مجلس سنا و مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کنن که دشمنان مردم افغانستان کی هست، کیها در برابر نهادهای امنیتی افغانستان به جنگ میپردازن. حالا شما فکر میکنین که وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان اعلام تهدید هست یا رفع تهدید؟ بدون شک روزانه ما با تهدید درگیر هستیم و در از بین بردن تهدید شما هم در جریان هستین که پلیس افغانستان، اردوی ملی افغانستان و مردم متاسفانه قربانی میتن. و یکی از وظایف اصلی نیروهای امنیتی افغانستان امروز بیش از 90% خاک افغانستان که در تصرفشان است و برای تامین امنیتش کار میکنن، این یک نمونه بارز از تامین امنیت است. میلیون ها مردم افغانستان امروز میتونن که برای حتی زندگی بکنن، اطفال و مکاتب بره و تجارت است، تجارت میکنن. ما تهدیدات به گونه بسیار جدی و عقلانی مورد بررسی خود قرار میدیم. یعنی برخورد ما با این تهدیدات من بعد به گونه خیلی جدی، عقلانی و بدون برخورد احساساتی خواهد بود. این به این معناست که ما با متحدین خود در دنیا میخواییم که یک بحث بسیار قوی دیگه را آغاز بکنیم، مبنی بری که چگونه باید افغانستان مسئول باشد، چگونه افغانستان تحت یک چتر امنیتی قرار بگیره که از حمایت‌ها و تعهدات وسیعی که امروز برخوردار است در آینده نیز برخوردار باشد و این تضمین امنیتی برای کشورهای منطقه و کشورهای دیگه که دورتر هستند از ما به اونا فهمان نشود. یعنی این راهکارهای جدیدی است که جز از برنامه های بسیار وسیع سیاست خارجی ما را هم تشکیل میده. ما از 11 سال به طرف یک سیاست خارجی مدون در افغانستان وجود نداره. خب دقیق است، جناب وکیل صاحب بسیار اشارات خوب داشتن به مواردی که نیاز از باید یک بازنگری صورت بگیره. ما از 11 سال به این طرف به خصوص با کشورهای همسایه خود یک سیاست بسیار باز داشتیم، یک سیاستی که همیشه تلاش کردیم تا حسن نیت خود نشان بدیم که هیچ وقت در تاریخ افغانستان این گونه سیاست ما نداشتیم. اما وقتی میبینیم که کمکاری است و یا عدم صداقت در برخورد کشورهای همسایه به افغانستان دیده میشه و هنوز هم ادامه پالیسی های خصمانه دیده میشه و احساس میشه، ما نیاز داریم که رجوع کنیم به متحدین قوی خود که امروز ما از حمایتشان برخوردار هستیم. و به طور مثال اگر شما امروز فکر کنید که ما، جناب وکیل صاحب اشاره بسیار خوب داشتن، ما روابط ما بعد از 2014 با دنیا روابط استراتژیک است. یعنی یک تغییر بسیار قوی در روابط ما با دنیا در دوره تحول ما است که عبارت از بعد از 2014 الی 2024 است که دوره تحول است. و در این دوره ما تضمین کار داریم از دنیا که ما یک کشور باشیم که هیچ کسی به گونه که امروز متاسفانه ما آسیب پذیر هستیم یا قربانی میتیم این صورت نگیره. اما تا 2014 ما بیشتر کوشش میکنیم که مسئولیت ها را خود ما به دوش خود بگیریم، از یک طرف که ما سر ظرفیت ها کار میکنیم، از طرف دیگه هم در نبرد هستیم با تروریسم، نه تنها بر امنیت افغانستان بلکه بر امنیت جهان. و بعد از 2014 نگرانی هایی که مطرح میشه فکر میکنم جا نداره و اصل موضوعی است که بعد از 2014 دوره تحول افغانستان آغاز میشه و ای ترانسفورمیشن میگن. این دوره است که ما روابط متفاوت، استراتژیک و بسیار قوی به یک کشور قوی در منطقه با دنیا برخوردار خواهیم بود که پیمان استراتژیک امنیتی با ایالات متحده آمریکا یکی از پیمانهای بسیار مهم خواهد بود که تا 2014 به امضا میرسه و بعد از او تضمین کننده کمک‌های جدی و کمک‌های به وقت و کمک‌هایی که بتانه افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان از نگاه انکشاف و خودکفایی به اون حد برسانه که توقع ما و خواست ما است. خب آقای صدیقی، حالا مردم افغانستان این پروسس در ذهنشون مطرح میشه، وقتی سربازان آمریکایی و سربازان ناتو به صورت مجموعی در افغانستان حضور داشتن، نتونست تضمین وجود داره که نابتونن از افغانستان در برابر حملات همسایگانش دفاع کنن. برداشت بسیار خوب است، یعنی برداشت است که مردم افغانستان همیشه این سوال مطرح میشه، اما حضور دائمی قوت‌های بین‌المللی در افغانستان رای حل نیست. رای حلی است که خود ما مسئولیت امنیت خود را به دوش داشته باشیم. خب از 11 سال به این طرف متاسفانه وقتی که ما با این تهدید روبرو هستیم، تهدید بسیار وحشتناک است و تهدیدی است که شاید حتی اگر قوت‌های ناتو و ایالات متحده آمریکا تا 10 سال دیگه هم در افغانستان باشه، شاید به این راهکار نتانیم که پاسخگویی درست داشته باشیم. اما
بگذارین که برنامه که حکومت افغانستان و ملت افغانستان ساخته که از یک طرف خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید صورت بگیره، از طرف دوم شرط مایی است که ما تقویه شویم، یعنی اون کمک هایی که امروز به نیروهای امنیتی افغانستان صورت میگیره این خودش باید باعث ایجاد خوشبینی باشه. به طور مثال براتون میگم که ما در هر مجلسی که با هر وزیر دفاع و یا وزیر داخله هر کشور متحد ما داشتیم یا اعضای ناتو در افغانستان، و حتی براتون گفتم میتونم که یک ماه پیش در جلسه رؤسای ارتش عضو کشورهای ناتو به گونه بسیار واضح از تعهدات دائمی بعد از 2014 صحبت صورت گرفته، مطلق روی ازی که چگونه باید پلیس افغانستان، اردوی ملی افغانستان تخلیه شود. فعلا روی راهکارا کار صورت میگیره. ناتو در صدد ای است که ماموریت بعدیشان بعد از 2014 که به خواست ما باشه و نیروهای امنیتی ما تقریبا شب روی ازو کار میکنن. امروز هم شما شاهد نشست وزرای دفاع ناتو در بروسل هستین. به می ترتیب به میشه تلاش کردیم که بر مردم خود این وضاحت داشته باشن، مردم ما که همین سوال ها حکومت افغانستان همین سوال ها رو در نظر گرفته، چارچوب اصلی و استراتژی اصلی برای انکشاف مسیر فعلی افغانستان ترسیم شده، فقط نیاز به این است که اول تردیدها و نگرانی هایی که مردم داره او دور شود، که خدا نخواسته نشه که این نگرانی ها و این تردیدها باعث خدا نخواسته تهدید شود. اما در مجموع شورای ملی افغانستان و نهادهای امنیتی و حکومت در مجموع، دولت در مجموع سخت روی تمام راهکارا و تمام راههایی که بتونه ما را در مسیر اصلی ما به موفقیت برسانه کار میکنه. سپاسگزار آقای صدیقی. آقای حساس، حالا عزیز شما نهادهای امنیتی افغانستان در 11 سال گذشته بیشتر اعلام خطر کردن یا رفع خطر؟ زما فکر باندې اوس په پدې اخر وو کې رفع خطر کې چې د اخر وختونو چې دی د یو کال په دې خوا باندې تر وخت پر چې زبوش پر پولیسو باندې خپل پولیسو چې کوم وخت وزیر صاحب داخله اول واده کې سناتر علي کستاس پیدا غول چې پولیس تنظیمي پولیس په وزارت داخله کې نو تنظیمي پولیس و وسیج دغه سبا خطر څوک احساس کې دغه سبا افغانستان ملت باید خطر احساس کې. نو اصلا خبره دا شې ده چې پولیس وس د پولیسو ته انګیزه پیدا شو چې باید وس د دې بعد پر څه انګیزه موږ لاس کاله دولس کاله وژنګې د دشمن موږ ته معلوم نه وز موږ پولیسو ته په واقعیت سره زموږ دشمن څوک چې پولیس د چا سره وژنګېږي د ورور په مقابل کې وژنګېږي د طالب په مقابل کې وژنګېږي هغه طالب چې د خپل بیرته د مابس سره کوټه لیږي او یو ګونی پیسې هم ورسره ورکوي هغه طالب چې د تر د پولیس ډېر ښه نږدې ورته دقیق زه وایم نن پولیس انګیزه پیدا کړه نن پولیس پوپی دی چې زه د پاکستان په مقابل کې جنګېږم نن پولیس په دې وپېدی چې د رهبري د اعلان ورته وکوئ چې جنګ د ایسا سره ده چې دا ټول طالب چې راځي طالب ایسای اوس دولت ته څه پکار ده که واقعیت دولت دا غواړي او په زړه کې بل شی نه یې که خپل شخصي ګټه نه ولري نو اوس دولت ته پکار ده زموږ امنیتي ارګانونو ته خپله خصوصا رئیس صاحب جمهور ته چې نور نو باید د سولې شورا راغوه د چا سره سوله د ایسای سره سوله طالب خو د ایسای سره ده خپل چې خپله وایې نو د ایسای سړی ده د ایسای سره زه څنګه سوله وکړم پر څه شي باندې وکړم هغه زه باید په بینالمللي سطحه وکړم نور امنیتي ځواکونه خصوصا امنیتي ملي آقای حساس عزیز شما برادران رئیس جمهوری افغانستان کیها هستند اگر اینها خپل د جمهوریتای در جامعه طالب هستند دا خو دا اصلا زدی بازی ته ګورم دا گیمونه دی په افغانستان کې دا ډیر سکاله گیم روان ده یو ور گیم دا چې د افغانستان خلکو سر نه خلاصيږي زه درته وایم چې دوه سکاله یو پولیس جنگیږي هغه په څنګه زو جنگیږي دشمن معلومه دلته هیڅ چاته منو معلوم شما چگونه میتونین تثبیت کنین که حالا دشمن پولیس افغانستان مشخص شده دیس کاله کې افغانانو ته معلوم ولو دولت مدارانو ته نو معلوم نن دولت مدارانو خپل اعلان وکوي اعلان د امنیت ملي خپل د وزیر صاحب داخله خپل د مين صاحب امنیت خپل د رئیس صاحب جمهور دا ټول توازی د خپل والد د والد د بيدار شهر او جن والیان نور چې ول چې د ایسای د پوځي خلک راغلي دي طالب په جامه کې پوځي دا اوس پولیس ته معلومه سو اوس پولیس انګیزه پیدا کړه اوس په پولیس د دې بار زده ته ما د عملیت په اخر د کابل کې ول چې ما مخکې درته ول ول ډیر زر مهاس ولې ول مخکې زر نه ماري دي ولې د وزیر صاحب د کور د څنګه چې شل ساعته جنگي او نن په هغه ځای کې جنگ ډیر په زر دخ کیږي نو دا خو حساس حالا میخوایم این را واضح بسازم وقتی
نهادهای امنیتی افغانستان دشمنشون مشخص است، در میدان نبرد واضح است که آنان با طالبان می‌جنگند و همین طالبان را رئیس جمهوری کشورشان هماره از پس تریبیون ها اعلام میکنند که برادرش هست. حالا شما اگر یک سرباز ارتش افغانستان باشین، یک سرباز پلیس افغانستان باشین، چطور دلتان میشه با برادر رئیس جمهورتان بجنگین؟ خبر داشه خود در مخی من تول چنگیزه در پلیس را نو آقا چنگ بوید در رئیس جمهور در رور سر زبا جنگیزه یا در رئیس جمهور رور ملکن که ملکن خو ما بندی که دست دیر پلیس پیدا سوی دیزه بدر توی بسی وز در طالب پر سر بندی بندی اندی که موش ما بسون توارسو طالب ملکن ایده در آقا پر سر بندی دی بندی سوی ده وز ما در تول چه تخپل رئیس جمهور و ولتز ما رور نه ایسا ایده که بازی بدل نکنه خپل وسط رئیس جمهور دخلیسه ما این امنیتی چه وای اما سیاست های رئیس جمهوری افغانستان همواره در حال نوسان بوده، هیچ ضمانتی وجود نداره که باز هم فردا بلند شوه و بگویه که اینان برادران من هستند. زب کن که ما چه دیه پاد و خدای پاک بیدا پزول کی رحم اما 11 سال گذشته این را ثابت ساخته دا زو ما چه واسه خدای پاک رحم پزول کی روایتشه چې دا رحم به خدای پاک پزول کی روایت چې نور د افغان کوشی و د افغانان چې جنگیږي باید په انګیزه و جنگیږي زو ما چې نور طالب کای سای هم پشکاره په خط کې ورسره و جنگیږي د پولیس په مقابل کې نشي جنگیدلای زو ام پولیس و انګیزه لري د شپه و جنگیږي موږ هر پولیس په داسې و جنگیږي کده ګشته مثلا را اخر په افغانستان خلک متحد شو د افغانستان خلکو ته دشمن باندې د افغانستان خلک وس مستقیم پاکستان باندې ورځي پاکستان وس دولت ته پکاره زوم که دولت وس غواړي چې بازی ختمه کړي د سولې شورا باندې ختمه ده کدی د سولې شورا زه په دې فکر ته کوم که په شاش کال کې ختمه نه کړي په دوه درو میاشتو کې نو په پیج طالب د جمهور بیا ورور ده د سیاسي بازی ولا چې پاکستان څخه خپل شخصي ګټه غواړي هغه پیسې چې د سر په خوا ورته راکړي هغه کته کړي دي نو په دې سات کې د دشمني وشي او هغه بیرته ورته لاس زه وایم که د افغانستان حکومت اوس باید لاس په کار شي چې شي دا پاکستان یوازې د نن څخه پر موږ باندې په نظامي لار کې کار کړی ایسای د مشته په توپک کې را لیږي مشته په ملکی وځي په کوم را لیږل دي خپل وزارت داخله خپل وزارت دی په خپل ریاست جمهوریت حالت د دې هغه همکاران یا د ایسای غړي هم ولتشته چې په وزارت داخله کې هم شته په پولیسو په اردو کې هم شته په امنیت ملي کې هم شته دوی باید تصفیه هم راولي په خپل مابینځ کې سپاسګزار آقای حساس. خب بانو رضایی، حالا از دید شما نهادهای امنیتی افغانستان بیشتر اعلام خطر میکنن و خطرات را که مردم افغانستان هم میدونن برشان باز هم بازگو میکنن و هم سیاست هایی برای رفع خطر هم دارن؟ ما برداشت می که اصلا خوبه که بحث را به این شکل شروع کنیم که اول مو موزل افغانستان را خلاصه کردیم به افغانستان و این را یک موزل بسیار کوچک در سطح افغانستان دانستیم، در حالی که مشکلات و بحران در افغانستان دارای بعد جهانی و دارای بعد منطقه‌ای است. این را نباید فراموش کنیم. توقعی که از نیروهای امنیتی افغانستان داریم هم در با تحلیل این موضوع باشه. بحث دو، ما میشه مردم افغانستان توقع داره که نیروهای امنیتی افغانستان در صحنه بره بجنگه نابود کنه طالبان، یک توقع بجا و مناسبه. اما تا وقتی که سیاست خارجی افغانستان در مطابقت با یافته های نیروهای امنیتی افغانستان نباشد، تا او زمان مو به موفقیت نخواهد رسیدیم. به مو میزانی که بحران در افغانستان بعد جهانی داره و بعد منطقه‌ای داره، مقابله با این بحران هم در افغانستان با این می ابعاد باید در نظر گرفته شود. مشکلی که افغانستان وجود داره ایه. شورای عالی صلح مثل که سناتور سبیا داوری کردن، به جای اینکه شورای تخصصی باشه که ریشه های مناظره در افغانستان بسنجه، در سطح بین المللی در سطح منطقه‌ای این بحران را به بررسی بگیره و راه حل بسنجه، بیشتر شکل ارباب معابانه داشته بوده. ما نمیتونیم با سیاست های سنتی و ارباب معابانه مشکلات را که دارای ریشه بین المللی و منطقوی این مشکل را حل بسازیم. توقعی که از نیروهای امنیتی افغانستان هم. من به این باور هستم که تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان اگر قرار باشه که مردم افغانستان روی منافع ملی خود خطوط اساسی منافع ملی خود را روشن بسازه، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان یکی از خطوط اساسی منافع ملی افغانستان است. بنابراین هر گونه تلاش در راستای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان یک بخش از منافع ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. این یک بخش کاملا جداگانه. اما برعکس توقع ما چیه؟ نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز و آموزش کافی صورت نگرفته، ولی ما توقع داریم که معضلی که دارای ریشه بین المللی و دارای ریشه منطقوی است، این را توسط 350 هزار نیروی امنیتی افغانستان حل زیر توسط 350 هزار نیروی امنیتی افغانستان بخواهیم. ما برداشتیم که مهمترین کمک
به خاطر تقویت نیروهای امنیتی افغانستان اینه که سیاست خارجی افغانستان در مطابقت با وضعیت فعلی افغانستان به تعریف گرفته شود. یک موضوع مشکل افغانستان که دارای ریشه منطقه‌ای این مشکل باید توسط فشار جامعه جهانی پاسخ بیابه. بعد از اون نیروهای امنیتی افغانستان ما باوریم اینه که حملاتی که حوادثی که در اواخر گذشت اثبات موقفی که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت، جان فشانی هایی که توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفت، این را به اثبات رساند که در صورتی که سیاست مدون خارجی پشتوانه عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان باشه میتونه به این چالش فائق بیاید. اما ما یک طرفه دیدیم مطرح کنم بالاخره در ختم روز وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان تعریف دشمنی را که مردم افغانستان میشناسن هست یا همین که از بین بردن این دشمنان؟ ما فکر نم تعریف وظیفه حکایتی که معمولا از طرف نهادهای امنیتی افغانستان از دشمن افغانستان صورت میگیره، مردم افغانستان حالا بیشتر از نهادهای امنیتی افغانستان درکش را دارن. حالا شما فکر نمیکنین وظایف نهادها حذف این دشمنها باشه یا هم تعریفش؟ وظیفه نهادها حذف دشمنان مردم افغانستان یک واقعیته، اما امی تعریف دشمن مثل که پیشتر سناتو صاحبم گفتن سیاست خارجی مدون افغانستان باید به تعریف بگیره که مشکل را که ما نمیتونیم تمام مشکلات مربوط به افغانستان را که دارای بعد بین الملل، اصلا بحث تروریسم یک مشکل مربوط به افغانستان یه دارای بعد جهانی. امروز شما دیدین که یک روز در نیویورک مثلا حوادث صورت میگیره، روز دیگه در فرانسه، روز دیگه در افغانستان، یعنی یک مشکل جهانیه. ما توقع داریم که مشکل جهانی را توسط 350 هزار نیروی امنیتی افغانستان حل کنیم. از این جهت یا پناهگاه‌ها و مراکز آموزشی تروریست و القاعده همیشه در پاکستانه، در خاک پاکستان بوده، یک واقعیته که استخبارات کشورهای جهان میدانن. حتی احمد رشید به عنوان روزنامه‌نگار پاکستانی در کتابی که نوشته امیر به صراحت بیان کرده که مراکز و آموزشگاه‌ها در داخل خاک پاکستانه. اینالی ما سطح توقعات رو با واقعیت‌های موجود باید تطابق بدیم. سپاسگزارم بانو رضایی. خب آقای صدیقی، در یک جنبندی کلی از بحث نشانه از بهبودی وضعیت به نظر میرسه؟ بله بدون شک، یعنی بهبود وضعیت بستگی داره به واکنش ما، پاسخدهی نیروهای امنیتی افغانستان و انکشاف نیروهای امنیتی افغانستان. در عین زمان تدوین پالیسی هایی که بر اساس برداشت تهدیدات از طرف نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیره، مبنی بر این که ما بیشتر جهانیان متوجه بسازیم که قسمی که جناب وکیل صاحب گفتن که تنها مسئولیت ما از بین بردن توریسم در همین منطقه نیست. هم بالاخره اگر لابیگری هم بوده دولت افغانستان ناکام بوده. نه، مسئله ناکامی نیست. نه همین که مسئله ناکامی به این معنا تمرکز نساختیم که لانه‌های توریست‌ها در کجا هست در سطح کلان. ما تقریبا اگر از نگاه فیزیکی براتون گفته شاید در حد بسیار بالای رسیدیم. یعنی امروز وقتی که ما باعث یک متحد با جامعه جهانی و کشورهای بسیار مهم یک جا هستیم و در این نبرد شامل هستیم، خودش یک اقدام بسیار بزرگ است. اما یک مقدار بیشتر باید تلاش صورت بگیره تا جهانیان بیشتر متوجه بسازیم، بخصوص شورای امنیت یا شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یکی از مراجعی است که ما باید لابی خود اونجا قوی‌تر بسازیم. آقای صدیقی و بتونیم که مشکل حل حساس نشانه‌های از بهبودی وضعیت را می‌بینین؟ ما فکر باندې په دغه چې زوامه چې دشمن وس معلوم ده چې پاکستان او ایران او دغه شاته نور که افغانستان حکومت پر دې باندې کار وکړي او د رزق پرش کړه کې او جامع جهانی تاسفات کړي دي دغه اسناد چې د سید راځي پاکستان کې جنگ په افغانستان کې جنگیږي بعد په اسناد سره د جامع جهانی ته د شورا امنیت ملل متحد تکشه شو دي چې په دغه اسناد په دلایل سره افغانستان کې ایسای د پاکستان کېږي او د اسناد به د پاکستان خلکو ته کېږي شو دي د پاکستان خلکو هم د مخالفت د پاکستان که وازی استخباراتی شبکه دادیم دغدغه در. سپاسگزار آقای حساس و بانو رضایی. حالا نشانه های از بهبود عملکرد عملی نیروهای امنیتی افغانستان را میتونیم لمس کنیم؟ ما فکر می‌کنم مقابله بسیار صریحی که نیروهای امنیتی افغانستان جان را به کف می‌گیرن و حملات انتحاری را با مقابله با حملات انتحاری فداکاری انجام می‌دهند، ما فکر می‌کنم نشانگر یک وضعیت بهبود را در توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان نشان می‌دهد. ولی یک چیز را نادیده نگیریم که تأکید بیشتر روی این باید صورت بگیره که پشتوانه هایی که قرار نیروهای امنیتی افغانستان را مورد حمایت و به حیث یک پشتوانه عمل کنه، اینا چگونه عمل میکنه. ما فکر می‌کنم مشکل در سطح پشتوانه داریم. تا سطح هیچگاه تاریخ افغانستان و مردم افغانستان فداکاری سربازان جان به کف که در حملات انتحاری جان خود از دست میتن با تمام توان در آخرین نقطه میخواهد حتی خود سپر حیات خود زندگی خود سپر مردم افغانستان قرار بده، این فداکاری را هیچگاه مردم افغانستان نمیتونه فراموش کنه. سپاسگزار بانو رضایی، آقای حساس و آقای صدیقی از حضورتان در این بحث. شکر.
آماج امشب در همین جا به پایان رسید. تا روزگاری دیگر، پدرود.